ما هم به نوبه خود سلام و صبح بخیر دارم خدمت هم عزیزایی که همکنون بیننده برنامه خودتان صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین. خوب صحتمند باشین. امروز روز 15 رمضان را هم بخیر آغاز کرده باشین. تا پایان روزم روز خوب براتان تمنا میکنم. امروز باز هم خوشحال هستم که با یکی از مهمانای خیلی شیرین قندول در استودیو در خدمت شما هستم. شما هم ما را همراهی بکنین که رقیبه جان قند با ما هست. یکی چقدر استعداد عالی داره، یکی چقدر گپای خوب داره، با خودش صحبت میکنیم. هم حالا برش سلام و صبح بخیر داریم. خوش آمدی رقیبه جان. خوش باشین. خب از که در ابتدا رقیبه جان خودا به ما معرفی کنه، بعدا صحبت های ما رو شروع بکنیم. نخو سلام به شما و تمام کارمندان تلویزیون آریانا و ویژه کارمندان برنامه صبح و زندگی و از طریق برنامه صبح و زندگی و همه وطنان عزیزم که ما را به تماشا نشسته اند. نام من رقیبه، تخلصم از صبر، متعلم صنف هفتم الف، مکتب لیسه نسان قلعه‌وزیر چاردهی. عالی است. خوشحال هستم از اینکه خودت امروز در استودیو دارم. ما شنیدیم که رقیبه جان شاعر است، سروده های از خود داره. حالا اینکه پرسان کنم ازش، چطور خواست که شعر بنویسه رقیبه جان؟ بله، ما به اساس تشویق مدیر صاحب مکتب ما محترم عبدالرؤوف نصرت و جمع از استادان بزرگوارم و پدر خانواده مهربانم، پدر جانم، مادر جانم، برادرم صدیق جان، خواهرم بلیغه جان شعرهای سرودیم. نام خدا زیاد کسا رقیبه جان کمک کرده در قسمتی که شعر بگه یا شعر نوشته بکنه و ای واقعا افتخار بزرگ است که امروز ما رقیبه جان با این دستاوردهاش با این سن خورده که داره در برنامه دارم. خودت چند سال هستی رقیبه جان؟ من سال دوم عمر خدا شروع نمودیم. سال دوم عمر خدا شروع کرده و جای افتخاری است که نام خدا یک شاعر بسیار خوب است. مطمئنن در خانه‌تان کس شاعر است شعر نوشته میکنه، درست؟ نه خیر، تنها خودم شاعر هستم در خانه‌م. نام خدا چقدر عالی. بیشتر سروده های شعری که نوشته میکنی در رابطه با چی است؟ ای که خودت اطفال طفلستی فکر کنم شاید بیشترین سروده هایت به خاطر اطفال باشه، درست است؟ نخیر، بیشتر سردهای خاطر وطن است. عالی است، وطن دوست است قندولک ما. خب خوب است که قدر از شعر و شاعریت گفتیم. عالی، یک سرودی تا اگر داشته باشیم به بیننده عزیز ما تقدیم کنی که اونا منتظر است ببینن که رقیبه جان چی سروده، چی قرار است برای ما بخونه. آماده شما هستی؟ خواهش میکنم عزیزم، صاحب اجازه هستی. بسم ذوالجلال و الاکرام. وطنم به هزاران گلشن فردوس ندهم خار وطنم را، به جوی شیر بهشت نکنم برابر قطره آب وطنم را. کوچک نماید آسمان بیکران با همه سیاراتش، اگر نیک بینی در نظام شمس عظمت وطنم را. نکشیدی پا تو از دایره استی بیرون، چی دانی در عالم لامکان شوکت وطنم را. خاک اولیا جای اولیا شای اولیا همینجا، چرا نکشد ملک به چشم خود سرمه خاک وطنم را. برقص آید زهره و ما و خورشید و مشتری، چو گیرند در انجمن مهرمان نام پاک وطنم را. صبر از دل برود شور در سر اندر آید، گر بریزم در کام کسی ذره نمک وطنم را. این شعر مکس کلاسیک و معاصر است و بعد از این معاصر باشه. عالی است. نام از شلوده های ابرهای بارانی لحظه به لحظه می خواندم صلح و صفای وطنم را. از پهنه های ابرهای سیاه و سفید نفس به نفس می شنیدم صدای وحدت و برادری مردمان وطنم را. دانه های الماسی باران ژاله قطره قطره می رساند به گوش درختان لب تشنه. سبزه های آفتاب خورده چشمه های نیمه جان آواز های خیر و برکت وطنم. نام خدا عالی است. نام خدا چقدر نام خدا با استعداد است. رقیبه جان شما هم طفلای نازنین که بیننده برنامه هستین مثل رقیبه جان باشین تا باشه شما را هم در برنامه دعوت بکنیم. رقیبه جان برای ما حال بگویه که بیشتر در خانه کی کمکش میکنه در قسمت شعر نوشتن و در مکتب کدام استادش زیاد همراهش همکاری میکنه؟ مرا در خانه زیاد پدر جانم همکاری میکنه و در مکتب زیادتر معلمایم. عالی است. خودت بیشتر گفتی وقتی که شعر خودم میخواند گفت که از شیوه معاصر کلاسیک استفاده کرده، دو شیوه را مکس کرده. بیشتر از کدام از اینا استفاده میکنی؟ حالا یک متن که خواندی این مکس بود و زیادتر معاصر در قسمت معاصر نویسی خیلی چی میگنش لایق هستی یا که کلاسیک نویسی باشی؟
هر دو شی یک جا استفاده میکنم. مکس کار میکنه بخاطر که میخواد امو استعداد خود بر همگی نشان بده که رقیبه جان میتونه هم به شکل معاصرش بنویسه هم به شکل کلاسیک و خودش ای افتخار بزرگ است که در این سن سال کم رقیبه جان این چنین شعر میسره و قدر احساس و پاک و خوب نسبت به وطن خود داره. رقیبه جان برای ما بگه که صنف چند است؟ صنف 7. مطمئن در درجه هستی دیگه؟ بله. چند نمره هستی؟ من 4 نمره هستم. نام خدا عالی است. رقیبه جان برای ما بگه که در مکتب کدام مضمون زیاد دوست داره؟ من یک حدس میزنم کسایی که شعر می نویسن با ادبیات خوبتر هستن. مطمئنا مضمون دری را شاید زیاد دوست داشته باشی. بله. من چقدر دقیق در موردت فکر کرده بودم. عالی است. دیگه کدام مضمون خیلی دوست داری و از کدام مضمون زیاد بدت می آید؟ زیاد از انگلیسی. از انگلیسی بعدش می آید. خب رقیبه جان برای ما بگه که کارهای خانه امرای مادر جان کمک میکنه نمیکنه؟ زمینی که درس میخونه، مکتب میره، شعر مینویسه، چقدر به خواهر برادرایت کمک میکنی در قسمت ادبیات، در قسمتی که اونا رو به شعر تشویق بکنی؟ امرای مادر جان هم کمک میکنم، امرای همشیریم و برادرم. عالی است. چقدر خوب است که من امروز خودت دارم. میشه که یک شعر دیگه از خودت داشته باشم؟ بله، با اجازه شما. آره، خواهش میکنم، بخوان. عنوان کوه گران. همچو کوه گران استواری عادت ما، هر شکل شدن چون آب نیست خاصیت ما. زبان من تیزتر از ذوالفقار علی، قطع بازوی زرگویان همت ما. در ویرانه سینه گنج نهفته داریم، در ویرانه سینه گنج نهفته داریم. یقین آشکارا پرچم داریست اصلیت ما، مشت ما قوی تر از گرس نریمان است. این سخن آن داند که خورده ضرب دست ما. کمر ستمگر بشکنم وگر هو هم باشد زهاک، فریدون زمانم تخت شاهی است بخت ما. انجام به فرجام رسانیدن سهل نیست، سختر از سنگ خارا صبر سخت ما. نام خدا، نام خدا. چقدر عالی خان، چقدر عالی، احساس عالی داشته این شعر، چقدر موارد خوب را یادآور شده بود. حالا برای ما بگو که بیشتر وقت میگذاری به شعر نویسید یا به درسای مکتب؟ زیادتر به کدامش فکر میکنی؟ به درسای مکتب. به درسای مکتب. آفرین. آل وقت درس مکتب است، ولی در پهلوی شعر بنویس بخاطر که خودت یک الگوی خاص برای اطفال دیگه باشی. خوب است که ما پیام آخرت داشته باشم برای بیننده های عزیز ما که همسن سال خودت است، باید بیشتر کدام موارد را مواظب باشن، در مخصوصا ای که در مکتب میرن و در خانه می باشن، اعضای فامیل کدام گپ میگه براشون، باید پیروی از اعضای فامیل داشته باشن. اگر کدام چیز دیگه ما فراموش کردیم پرسان کنم، خودت بگو. پیام خود توسط یک فرد شیر بیان میکنم. بفرما عزیزم. اندیشه ما، اندیشه آشنای ما، رای همه ما، رای همه ما، اندیشه آشنای ما، اندیشه ما. نام خدا عالی است. چقدر پیام زیبا داشت رقیبه جان. بسیار زیاد تشکری خاص دارم از پدر جانش، مخصوصا از فامیل عزیزش که رقیبه جان در این قسمت خیلی کمک کردن و افتخار بزرگ بر اعضای فامیلش و افتخار بزرگ بر ماست و همچنان یک افتخار خیلی بزرگ بر همسن سالایش و استادای عزیزش که در مکتب این چنین یک شاگرد لایق داره. حال هم میریم به طرف یک نعت از صمیم قانع میشنویم، ولی در نیم ساعت اخیر برنامه با همکار نم همراه باشین. ما از حضورتان خداحافظی میکنم با موضوعاتی که شریک ساختن. دیدگاه و نظرتان رو در صفحه فیسبوک ما شریک بسازین. آل هم صمیم قانع و نعت زیبایی که میخوانن بر شما.
تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنین.